دوباره به برنامه خوش آمدید. آقای وردک، دیدگاه اسلام در برابر تجاوز چی است؟ اساسا اسلام چیزی که به عنوان ما یکی جرایم علیه اموال داریم و یکی هم جرایم علیه اشخاص داریم. این قطعا جرم علیه شخص صورت گرفته، تجاوز است و اسلام تجاوز بر مال کسی دیگه و بر جان کسی دیگه حرام میدانه. و اگر داخل قضیه شویم، چیزی که بسیار مهم است در نکاح در اسلام، او رضایت قاطع ناکح و منکوحه به منظور تحقق حق ازدواج است که متاسفانه در این قضیه با وجود تجاوز، یک جرم کلان تجاوز، دوم اختطاف و سوم خلاف میل و رغبت منکوحه یا همی دخترکی که فهیمه جان، خلاف میل و رغبت ازی ای را با پسر یا با مرد دیگه به نکاح بسته میکنه. این نکاح قطعا باطل است و حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چنین قضایه رخ داده و او چنین نکاح را با احادیث صحیحه ثابت است، چنین نکاح را باطل اعلان داده. زمانی که رضایت ناکح یا منکوحه، یعنی یا رضایت دختر و پسر در خصوص ازدواج موجود نباشه و به جبر و اکراه از طرف پدران و مادران مجبور شوه، او قضایا در نزد رسول کریم صلی الله علیه وسلم موجود بوده و او نکاح را باطل اعلان داده. نکاح باطل، زمانی که نکاح باطل شد، عقد باطل شد، هیچ نوع اثر شرعی و حقوقی بالای زمره تب نمیشه. ممنون آقای وردک. خانم انوری، با وجود ورکشاپ های آگاهی دهی به خاطر خشونت زدایی، چرا گراف خشونت ها هنوز هم در سطح بالا قرار داره؟ خشونت یک پدیده است که نه تنها در زمان برحال موجود بوده، از زمانهای قبلی همی موجود بوده در جامعه و نه تنها در افغانستان بلکه در اکثر از ممالک جهان. اما قبلا رسانه ها از امیر قضای خشونت زودتر آجلتر انعکاس نمی دادن و یا بعضی مراکز حمایوی و مراکز عدلی و قضایی مردم آگاهی نداشتند که به اون مراجعه کنند و از این خاطر بود که گفته می شد که قبلا خشونت کم بوده اما حالا افزایش یافته. درست است که افزایش یافته، اما نه به اون اندازه‌ای که قدرجات گفته و شنیده میشه. یکی از دلایلش هم همی است که رسانه ها بسیار خوب فعال هستند، جامعه مدنی، نهادهای فعالین مدافع حقوق زن بیشتر شدند و مراکز حمایوی است که در صورت که از ورکشاپ های زیاد داده شده، اینا آگاه شدند که چنین مراکز وجود داره که ما میتوانیم به اون مراکز مراجعه کنیم و در حق خود درخواست کنیم یا یک وسیله شو همین مراکز برای ما به خاطر تحقق عدالت. ممنون. برخورد قانون در برابر این گونه اشخاص چی است؟ به ویژه قانون منع خشونت. قانون منع خشونت علیه زنان، چون قضیه صرف بدیهی شه که یعنی به عنوان یک بد به عنوان نکاح اجباری صورت گرفته، این را بررسی میکنه. نکاح اجباری در مطابقت به قانون منع خشونت علیه زنان چیز است، جواز نداره و این نکاح چون قوانین ما ماده 3 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که هیچ امر مخالف معتقدات اسلامی در کشور ما شده نمیتونه. قانون جزا، قانون مدنی و تمام قوانین وضعی ما امروز در روشنی شریعت اسلام ترتیب شده، مغایرت و مخالفت با اسلام نداره. موقف اسلام و قوانین وضعی کشور ما یکسان است. چیزی را که اسلام تجاوز میگه، او را قانون مدنی و قانون جزای افغانستان او را جرم پنداشته و علیه از او بر از او جزا تعیین کرده. و قانون مدنی چیزی را که شریعت اسلام عقود را که باطل دانسته، فاسد دانسته، غیر صحیح دانسته، او را اسلام اول غیر صحیح دانسته، باطل دانسته و فاسد دانسته، بعد از او قانون مدنی در روشنی اعتقادات اسلامی و شریعت اسلامی او را او خود باطل دانسته. قطعا یقت در مطابقت به قانون مدنی افغانستان و قانون محو خشونت علیه زنان باطل است و هیچ اثر حقوقی بالاش مرتب نمیشه. خانم انوری، یک سوال دیگه است. قسمی که فهیمه جان گفتن که خب خانوادهش به رسم بد دادن اصلا راضی نبودن و این را به شکل اختطاف و بزور فرار دادن خانم فهیمه را و نکار را جبران بارش قبول کردن و خب بالاخره عروس همون خانواده شد. دلیل این که خانواده فهیمه جان نتانستن به ارگان های زیر مراجعه کنن در چی است؟
یکی همیشه آدم آگاهی از اینا بوده باشه، از مراکز حمایوی مانند نهادهای جامعه مدنی یا بعضی نهادهایی که اینا دارای وکلای مدافع می باشن و قضای خانم‌ها را به طور رایگان به پیش میبرند. و دیگر اعتماد کم از اینا بالای دولت و حکومت و ایناست. مردم اکثریت اعتماد ندارند بالای دولت، میگن که در صورت که ما به دولت مراجعه کنیم به قضیه ما درست توجه نمیکنن. باید کار بیشتر برای تغییر ذهنیت‌ها صورت بگیره که ذهنیت مردم تغییر کنه و کم اعتماد سازی شود بین مردم بالای دولت، که اوتو اقم نیست که در کل تمام قضایا دولت توجه نمیکنه، حتما توجه میکنه. بعضی مواقع فشارهای هم میباشه که در او قضایا توجه نمیشه، اما خوب است که بالای اعتماد سازی کار بیشتر شود تا مردم به دولت اعتماد داشته و به همه ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنند و دیگر از فشار و ترس چیزی نداشته باشند که دخترانشان و چنین سرنوشت دچار شوند. تشکر خانم منوری. خب فهمه جان، وقتی که خانه شود رفتی ارسی کردی نکاشیدی، رویشان با تو چه قسم بود؟ رویشان دیگه اما تو بازم وقتی که نکام کردن چقدر خمایت خوب بودن؟ امروز میچ خوب نبودن، از امروز روزه که ننوهیم هم که همی یا یک کار می بود یا یک چیز می بود میگفتن، نمیگفتن بخواه می کار کو زود کده میدویدن یا میزدن یا یک گفت میگفتن، میگفتن بخواه این کار کو تو بخوبی، نمیگفتن که بخواه می کار کو هم کار خو میگین که امورو بخوبی بگین. خو میرفتم هر کار که میکردم باز چرا میزدن؟ چی گفتن؟ میزدن چی بودن؟ میگفتن خبر ما شما بزرگ بردی یا تو خبرشون خودش آمده بود، اما دخترشون خودش خودش آمده بود بیادر من امداد بود، یا میگفتن نی او رو بیادر تان بزرگ برده. من میگفتم بزرگ نبرده بیادر من، اونو بر زنگ بزنیم دختر خودش پرسان کنی، اگه او خودش نمیامد شما که این مر بزرگ آوردی رضا نبودم که تین قدر پولیس آمدی مر بزرگ کشیدی، اگه او رضا میبود خان رضا نمیبود اموزه چیخ میزد، یا میگفت که مرزا نیست مر بزور آوردین. باز ما کمی هر گپ می زدم که نیو خودش آمده بزور نبردین مر می زدن. کیو خوشونت میکردن معمولا؟ امی فامیل خسرم دیگه کلشان امی شاورم می وارم خسرم کلشان می زدن می زدن و چه قسمی می زدن؟ میشه که قصه کنی چرا می زدن؟ چی بانه چی گفتن می زدن؟ ما ترم می کشیم چرا آبروی ما رو بیادر برده؟ من می گفتم آبروی تانه بیادر ما نبرده، دختر تان خودش آمده. می گفتن نی دختر ما نامده، دختر ما نرفته، دختر ما رو بردیم اختطافش کردیم، فامیل تان کل شا قتل میکنم، خسر میگه فامیل تان کل شا قتل میکنم که دختر ما رو بردیم آبروی ما بردیم. من میگفتم آبروی تا چه قسم بردیم؟ من میگفتم آبروی تو رو نبردیم، دختر تان خودش آمده بای وز شین ما رو بزور آوردیم با بچه تان نکا کردیم. باز من میگه پت میگفتم مرا میزدن، میگفتن تو چه باشی گپ گپ نگو تو چه باش کسی که میای پیشش نشی مرا میگفتن، پس کامت هیچ خدا نشم نمیدی میریدم خانه میشینی دیگه هر کس که میامد تیک مرنا. چرا میگفتن قسمی فرما جان؟ ما چیم دیگه نمیفهم که چرا میگفتن، مخصد مر میگفتن دم خانه بیشی نمیتونی بیرون برامده، وقتی کس نمی بود میشندن و میگفتن اگه دختر ما یک روز تکلیف قلبی داشت دخترشون، میگفتن اگه یک روز زوف کنه یا یک رقم شو باز ما تو رو چی جور میکنیم، میگفتن میکشیم در تکه و گورت میکنیم، همه گفت رو زیاد میگفتن. زن بیادر چه قسم بوده او خانه که بود؟ خوش بود؟ آرام بود؟ او خوش بود، از بیادر ما خوش بود، بیادر ما دیگه وقتی که نکار کرد امراج باز نمزد شکیل ها. تو چه قسم میفهمیدی که اونا خوش بودن؟ رفت آمد داشتین؟ نی رفت آمد نداشتیم، خب بیادرم که دوستش داشت نی پیش از اینکه در خانه بودم که امراج گفت میزد باز نمزد که شد دیگه امراج گفت نزد، باز خب میفهمیدم دیگه فامیل ما تو ظلمکار نیستن تا کسی رو باز ظلم کنن. فهمه جان، خودت بیشتر گفتی که زن برادرم تکلیف قلبی داشت، من بسیار جالب است که میشه باز امون قصه کنی چما چطور خبر شدی که تکلیف قلبی داشته؟ وضعیتش چه قسم بود؟ تکلیف قلبی ما خبر نداشتیم که تکلیف قلبی داره، باز یک روز کمه تا خسرم برای زنگ زده بود که بالای سرت میرسیم، امو زن بیادر ما گفته بود؟ زن بیادر ما گفته بود که بالای سرت میرسیم که باز از گلونت ما چون خون بگیریم چی بگیریم، باز زن بیادر ما هم تو جگر خون شده زفت کرده، زفتی کرده شفاخانه آوردیم دیش و جگ دوا برش دادیم، گفتیم نیده خوش نگاه کنی که تکلیف قلبی داره که کدام رقم نشه، همین که پس گفتیم یعنی که پدرش تدید به مرگش کرده بود به باز اینه که گفتارا که تو گفتیم، باز بیادر ما زیاد چی شده جگر خون شده که اگر یک روز یک چیل شد و با سر ما میشه، باز به خوشیم زنگ زده، به خوشیم هم به خسر ما شیشتگی بودم که برای زنگ زده، بیدار زنگ زده که فینه تو دختر در مریض از شفاخانه آوردیمش، میگن که تکلیف قلبی داره،
یک رو خوشی بنده فوخوبیه دی تکلیف قلبی داره ما هم تازارش میتیم که یک روز بمونه باز از تار ترموش ما نفر جور میتونیم خوشی بنده گفتش بازی تلفون قد کردن بازی نرفتن پیش دختر پیش دختر نرفتن با چند روز بازی بیا درم زنگ زد که این دختر تنده شفاخانه زیگر خونه میتونه که دختر میتی اینه بیای خیره کلمی خوار من بزور بردی یار کار کدی کدی بیا یک رفت آمد کنی خوشیم گفت باز هم یه اختار داد که ما نمیکنیم نه دختر تن نشان میتیم نه دختر ما رو میبینیم نمیکنیم این کارا این کارا خود چند نفخ باز یک شب بود که باز بیادرم زنگ زد که اینه دختر تن جوت آلت خرابه شفاخانه آوردیمش بیای ببینید ببینیدش باز خوشیم ایور کلانم امروی میشاورم نانیم رفتن رفتن شفاخانه تفنگچه رو گرفتن رفتن با ایواز که مریض سای کنین دا اوجا باز گرفتین مادر ما زدین مادر ما امروی برادر کلانم گرفتین یا رو جلت کدین یا کلت کدین دایم سر صدا نفهمیدین دخترم تو چرا لاتش کرده بدن چرا چرا لات کرده بدن مادر ما یا رو کلت کده که چرا دختر ما مریض شده چرا زفت کده بخاطر چی باز مادرم که گفته شما زنگ زدی اختارش دادی باز دمی مادر ما زدین بیادر کلانم ایو باز بازور زیاد زدین نمیتونه خودش جان کده دیگه بازور رو زدین مادر مام زدین ایره که زدین دختر قلبش استاد شده مجا باز دختره صدا کردین که بیایی که دختر تان از بین رو از بین رو باز مادرم گرفته چیت زده ایره وقتی که در موتر انداختین مادرم که برادرم یه وقتی که فوت کرده نمیشه و شه باز مادرم امرای بیادرم بندی خانه بردین بندی خانه که بردین باز مادرم از موتر چیت زده گفته و دختر تپدلی ببرید نگوین که کشتید شما خوش دیدی شما با دکترها فهمیدین این تو پدلی روان کردین سامه جان وقتی که نکا کردی چند ساله بودی یا تست که چند ساله بودی؟ نکا کردم ما میگم 14 ساله بودم ماما بگه حالا که گفتی یعنی که چقدر وقت میشه فیران هم 14 ساله هستی از نکا چقدر وقت میشه؟ از نکا هم دیگه اخ ما اونجا بودم این سیما میشه که در خانه هم نستم تشکر بسیار زیاد فایبه جان دوباره به خود برمیگردیم آقای مردک اتهام وارد کردن و یا تهمت زدن بالای کسی در اسلام جواز دارد قسمی که خانم فهیمه گفتن که بالای برادرش تهمت کردن که شما دختر ما را کشتین خانواده خسارش قضیه بسیار روشن است طبی عدلی در زمینه تحقیقات طبی عدلی موجود است حتما در دوسیه و قبلا هم هشدار دادن که دخترتان مرض قلبی داره و او معاینات دکترم موجود است حتما در دوسیه است یعنی در دوسیه هستی و فکر نمی کنم که چیز شده باشه و در شفاخانه جان داده و دکترایی که موظف بودن مطابق معیارهای طبی دوسیش موجود شاید باشد و ایتو اگر وا اتهام وارد میکنن که دختر ما از طرف اینیا کشته شده باز تحقیقات طب عدلی جمع شفاخانه ای که دختر زن برادر از اینا داشت جان داده اونو موجود است بنان اتهام از یا به اساس است یعنی اتهام بدون سند است و اساس نداره و اگر از لحاظ شرعی تهمت کردن مجاز نیست جرم پنداشته میشه گناه پنداشته میشه و پیغمبر علیه السلام با احادیث صحیحه مجازاتش هم گفته از کسی که تهمت میکنه و منع کرده تشکر بسیار زیاد آقای مردک به یک وقفه کوتاه میریم دوباره برمیگردیم